با سلام آدریان هستم با یه آشپزی دیگه با آشپزخونه من خوش اومدین امروز میخوایم با هم حلوای ترکی درست کنیم که این حلوا با آرد سمولینا درست میشه اگه برای اولین بار دارین این ویدیو رو تماشا میکنین یادتون که کانالم رو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتین ویدیوام رو زودتر از همیشه تماشا کنین پایین همین ویدیو روی شکل زنگوله کلیک کنید موادی که برای درست کردن این حلوا نیاز داریم شکر یک پیمانه شیر یک پیمانه خامه 100 گرم آرد سمولینا یک پیمانه کره 150 گرم روغن مایه دو قاشق غذا خورید بعضی از شما بیننده های عزیزم از آن سوال کرده بودین که آرد سمولینا چه آردیه؟ این آرد توی ایران کم استفاده میشه و میتونید از لوازم قنادی یا فروشگاه تهیهش کنید داخل ترکیه از این آرد برای درست کردن شیرنی و دسر استفاده میکنن که من چند مدل دسر رو با این آرد آموزش دادم بالای همین ویدیو در پایان براتون قرارش میدم آرد سمولینا همون گندم دروم آسیاب شده است که خاصیت خیلی زیادی داره شامل کربوهیدرات، پروتئین، فیبر و ویتامین B داره و همونطور که دارین میبینین آردیه که ذرات خیلی ریزی داره خب میریم که با هم این حلوای خوشمزه رو درست کنیم در ابتدای کار کره رو توی تابه می ریزیم تا کره سرخ شه. دو قاشق روغن مایعی که داریم رو هم اضافه می کنیم. این استفاده روغن مایع باعث میشه که کرمون نسوزه. بعد از اینکه کرمون زوب شد آرد سمولینایی که داریم رو به کره اضافه میکنیم حرارت باید کم باشه و برای درست کردن حلوا باید کمی حوصله داشته باشید چون باید آرد با حرارت خیلی پایین تفت بخوره و حالا کره و آرد رو با هم مخلوط میکنیم باید آرد رو تف بدیم تا رنگ آرد کمی عوض شه خب همونطوری که داریم میبینین رنگ آرد ما کاملا تغییر کرده حدود نیم ساعته که دارم آرد و کره رو با هم مخلوط میکنم تو این زمان خامه و شیر رو مخلوط میکنیم داخل یه قابلمه میریزیم حرارت گاز قرارشون میدیم تا شیر به جوش بیاد مراقب باشین که شیرتون سر نره بعد از اینکه شیر به جوش آمد مقدار شکری که داشتیم رو اضافه میکنیم من از یک پیمان شکر استفاده کردم چون نمیخوام حلوام زیاد شیرین بشه و اگر شما دوست داشتین میتونین مقدار شکر رو کم و زیاد کنید بعد از اینکه شکر داخل شیر حل شد زیر حرارت رو خاموش میکنیم مرحله شیر رو به آرومی و کم کم اضافه مواد آرد اون میکنیم اینجا توجه کنید که مواد آردتون خیلی داغه و باید خیلی مراقب باشین همه مواد شیر رو اضافه کردیم همونطور که داریم میبینین کاملا آرد توی مواد شیر یک دسته و هیچ گرهی هم نداره و اجازه میدیم موادمون به جوش بیاد اونطور که داریم میبینین رنگ این حلوا کرم رنگه و مثل حلوای ایرانی خودمون به رنگ تیره در نمیاد بس موقعی که آرد رو داریم تف میدیم به این فکر نکنید که باید این حلوا به شکل قهوه‌ای رنگ در بیاد زمانی که موادمون به جوش آمد چند قل زد زیر حرارت رو خاموش میکنیم اجازه میدیم ده دقیقه این حلوا استراحت کنه بعد از این زمان توی ظرف مورد نظرمون اون میریزیم و پایان کار رو با هم میبینیم حلوای ترکیه ما حاضر شد تقدیم شما همونطور که داریم میبینین با پودر نارگیل و مقداری بادوم زمینی تزینش کردم شما میتونید به جای بادوم زمینی از گردو هم استفاده کنید طعم متعاوت و خوشمزه ای داره برای یک بارم شده حتما این حلوا رو درست کنید ازش لذت ببرید حتما نظراتتون رو برای من کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید مرسی که با یه آشپزی دیگه با من بودین برنامه دیگه شاد و پیروز باشین